تن سالم، یک خیال راحت، یک خبر خوب، یک روز قشنگ و یک دلخوشی مادام العمر در نخستین ساعات سال نو خورشیدی برای همه شما عزیزان. و اما میهمان این لحظه خدمتتون عرض کنم که کسی است که به قلب شخصیت میده. اگه برگردیم به گذشته، در 18 سالگی نوشت و زیبا نوشت و قلم رو دوربین نگاه توأم کرد در چرخش قلم و روزگار. این روزنامه نگار برجسته و عریان نویس شد وقایع نگار جامعه ایرانی و مورد احترام همه محافل، چه ایرانی چه فرنگی به قول معروف. معرفی میکنیم، نیاز به معرفی ندارن، سرکار خانم هما سرشار. عید شما پیروز، نوروزتون پیروز. نوروز شما هم پیروز. سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان و بینندگان خوبتون و سپاسگزارم از اینکه من رو سر سفره هفت سینتون دقایق یا ساعتی پس از صد تحویل سال دعوت کردید که با شما بگذارم. افتخاریست برای ما و حتما مطمئنم که بینندگان تودی تیوی هم هر کجای دنیا باشن با دیدن شما خوشحال میشن. قبل از هر چیز من میتونم شما هما جان بگم؟ 100%. به خاطر دوستی و رفاقت این افتخار دارم که این دوستی دارم با خانم سرشار که بتونم هما جان خطابشون کنم. هما جان، همونطور که آگاه هستی یک حرکت کمپین یک به یک در نخستین روزهای اول اسفند را انداختیم، چون اوضاع احوال خب سفره ها به ویژه در کشورمون خیلی بیرنگ و یا کمرنگ و یا خالیست. نظرتون درباره این کمپین کمک یک نفر به یک نفر، خودشون تماس میگیرن خودشون به خودشون، هر کس به یک نفر، فقط 40 میلیون ایرانی به 40 میلیون ایرانی، یعنی اون 40 میلیونی که دستشون به سفره به هر حال میرسه، میتونن در حد توانشون به اون 40 میلیون دیگه یک نفر به یک نفر کمک کنن. کارزار خیلی جالبیه به نظر من فرزان خان گل، و فکر بدی هم هست و لشکر و سازمان و نهاد و حکومت و هیچی هم نمیخواد و این رو در واقع ما ایرانیان خارج از کشور از خود ایرانیان و هم وطنان عزیزمون در ایران یاد گرفتیم، چون هرگاه که دولت کم آورده مردم ریختن و خودشون کمک کردن در معضلاتی که داشتن. و اگر که این ارتباط یک نفر به یک نفر برقرار بشه، خیلی از مسائل و مشکلاتی که الان خانواده ها باش دست به گریبانن حتما حل خواهد شد. بهتون تبریک میگم بابت این فکر بدی که داشتین و حتما هم مطمئن هستم که در واقع واکنش مردم یا عکس العمل مردم به این پیشنهاد خیلی خوب بوده. بسیار بسیار راضی هستین از نتیجه. یکی از دستاوردهای بود در طول این سالهای عمرمون که در مقابل چشم مردم به هر حال نوجوان بودیم و جوان بودیم و بزرگتر شدیم و پیر شدیم و خمیده شدیم، من فکر کنم تو این 4-5-6 هفته بزرگترین دستاوردم به عنوان یک ایرانی عضو خانواده، عضو کوچک خانواده ایرانی، فکر کنم که این برای من خیلی ارزشمند بوده. خب سرشار عزیز و قلمش و ذهنش که به قلم میاد، قلم تبدیل به دوربین میشه و اون نوشتن میبینیم ما. یه تصویری از این نوروز، این سنت گرانبها که هزاران سال چارچنگولی حفظش کردیم، احساس سرشار عزیز، همای عزیز، این وقایع نگار چیه درباره نوروز؟ بریم به عقب از کودکی تا به امروز در این چرخش قلم و روزگار. حالا اگر بخوایم بریم به دوران کودکی، چند تا نماد نوروز برای من هست که هر وقت نوروز میشه یا هر وقت نزدیک به نوروز میشه، ماه اسفند میشه، یاد اونها میفتم. یکی کفشای ورنی مشکی که خیلی هم سفت بودن، بعد پشت پا اونم تاول میزد باهاش. سال یه مرتبه فقط اون موقع برای ما کفش میخریدن، یه کفش میخریدن و تا این کفش اندازمون بشه که گشاد بشه، خلاص پدر پا رو در می آورد. ولی داشتن اون کفش انقدر دلپذیر بود که به درد اون تاولها و تریکوندن اون تاولهای پشت پامون می ارزید. بعدم اسکناسایی که
نو بودن تا نخورده تا نخورده و صبحی که می رفتیم صبح بعد از سال تحویل، حالا صبح بود یا روز بعدش بود، در صف سینما برای دیدن فیلم های نورمن ویستون. من هم مشتری بودم. فیلم های نورمن ویستون بوده، جلویس معبوده. درسته. این دوتاره می زشتم. درسته. خب این بچگی خوب، بچگی خوب خیلی شبیه هم دیگه است. آره. شما خیلی کوچولوتر من بودی؟ نه. نه. حالا من الان با کمال افتخار اعلام میکنم که 76 سالم داری میشه. شما فکر نمیکنم 50 سالت بیشتر باشه. خب خیلی لطف دارید، ولی خدا شما نگاه داری که شما همون زیر پنجه ای عزیزم. خب این چقدر خوب گفتی، این طنز داره دیگه. پما سرشاری طنز داره. از اید رفت سراغ راست هم میگه که این کفش ورنیا چه زنه چه مردونه، این بعد برق میزد. خب یه نمادش بود. سینماش یه نماد دیگهش بود. بعد چیزهای تهدیدهای مادر که دست به شیرنیا نزنیم، دست به میوه نزن، مهمونا دارن میان. و بعد ماها که کلک میزدیم موقع که مهمونا میومدن، دیگه میدونست اون موقع مادر نمیتونه اعتراضی بکنه، تا مهمون میومد میشه سر دیدنی و صحبت کردن، ما میدویدیم یه ذره پسته و یه ذره نون ناخوچی و یه ذره نون برنجی و اینا رو برمیداشتیم. چشمای مادر همیشه یادمه که یعنی حالا وایس مهمونا برن خدمتتون میرسن، ولی ما در هر حال به وسایل شکمیمون هم میرسیدیم. اونم یه خاطره خوشی از نوروزایی که داشتیم. ولی تکالیف مدرسه رو معمولا انجام میدید تو تعطیلات مدرسه؟ من بچه درس خون بودم. میخوندی؟ روز اول از روز من اصلا درسم رو زودتر میخوندم، میذاشتم کنار، مثلا پنج و شیش اومد اصلا کار من تموم شده بود. به 13 بدر نمیگی؟ با 13 بدر، روز 13 بدر تازه عزا میگرفتی درس رو چیکار کنی؟ برادر بزرگم 13 بدر میوشت، من تکالیفشو و بعضی موقع هم کمک میخواست، ولی من بچه درس خون بودم دیگه. خب هما جان، الان این به هر حال نوروزه دیگه، این عید باستانی باست، الان اون احساس رسیدن به بهار، قدم گذاشتن به بهار رو الان چگونه می‌بینی؟ خود هما سرشار چگونه می‌بینی؟ الان خب نوع ذوقی که از رسیدن بهار دارم با اون زمان کودکی خب خیلی فرق کرده. اشتیاق دیدار بچه‌ها که میان، خانواده‌ای که می‌بینیم، این تداومی که در تمام این چهار دهه، چهارده و خورده‌ای هر سال من نوروز رو گرفتم. بعد یاد اولین نوروزی که در خارج از کشور بودیم بعد از انقلاب می‌افتم. اولین برنامه نوروزی رو در تلویزیون در واقع ما آقای پرویز غریب‌افشار دوست مشترکمون در یک قالی فروشی در لسی نگاه، قالی فروشی آقای پاشایی در لسی نگاه گرفت و تمام هنرمندان بودن، از هایده و محسی و آقای داوود رمزی یادشون بخیر، بیژن سمندر نازنین، زویا، همه اینا بودن. و اونجا ما دور نشستیم در اون قالی فروشی، در واقع تصویر پشت ما قالی های تاشده یه اون قالی فروشی بود. آخه. و دیگه این اولین نوروزی بود که شروع کردیم. بعد برای سفره هفت سین دنبال سنبول میگشتم، اینم یادم نمیره که در سال اولین سال اولین نوروزی که در خارج از کشور بودیم و گل فروشی های لس آنجلس اصلا نمیدونستن که سنبول چیه، نمیشناختن. من رفتم از توی دیکشنری پیدا کردم که به سنبول میگن هایسنت. هر جا میرفتم میگفتم هایسنت دارید، میگفتن نه نداریم. ما اون نوروز اول رو بدون سنبول گذروندیم. خب ولی الان شما فقط فروشگاه ها رو، دوستان ما باید بدونن که فروشگاه های در واقع زنجیره ای آمریکا که شعبه دارن در لس آنجلس، مثل رالف و اینها، موقعی که نزدیک عید میشه غرق سنبوله. یعنی این نوروز ما رو شناختن، نفوذ کرده در این جامعه. نفوذ کرده در این جامعه. زندگی رو چگونه میبینه هما سرشار این وقایع نگار عزیز ما؟ زندگی رو بستگی داره که بالا پستی ها بلندی ها گرفتاری ها که میگیریم، این مهاجرت ها و این برون برا چگونه الان میبینیش؟ چه تصویری از زندگی داری امروز؟ تصویرم از زندگی یک کوشش مداوم برای ماندگاری در یک کشوری که ناخواسته، تبعیدی که ناخواسته انجام شد، خود تبعیدی بود ولی ناخواسته بود، برای اینکه اینجا بمونیم، برای اینکه اینجا اثر بذاریم، برای اینکه اینجا ریشه پیدا کنن بچه‌ها. و این کوشش مداوم هرگز اجازه ایستادن به ما نداد.
در نتیجه موقعی که نگاه میکنم، به عقب نگاه میکنم، میبینم خیلی هممون کار کردیم، خود شما هم کار کردی، هممون واقعا جامعه ایرانی در به خصوص در کالیفرنیا جنوبی و به ویژه در لس آنجلس، برای اینکه خودمون رو به جامعه میزبان که دیگه حالا بخشی از جامعه هم خودمون شدیم ثابت بکنیم، حضورمون رو، اینکه بدونن که چه نوع مهاجری به اینجا اومده، ما چقدر فرق میکنیم با اونهایی که اون انقلاب رو راه انداختن یا اون اعدامهای اول انقلاب رو انجام میدادن یا گروگانگیری میکردن، چقدر فرق میکردیم با اونا و فرق میکنیم، خیلی کوشش کردیم. در نتیجه موقعی که نگاه میکنم به عقب به گذران زندگیم، چیزی جز کوشش نمیبینم. پشتکار کوشش، پشتکار کوشش. شما و شما پشتیبان حرکت‌های من شاهد هستند دیگه، خودم در طول این سالیان طولانی شما یکی از پشتیبانان حرکت‌های فرهنگی در خارج کشور بودید. دوست داری این فرهنگ و هنر و ادب کشور اون رو تو عنوان یک بقای نگار روزنامه نگار دیگه؟ دوست دارم، ولی همیشه احساس من این بوده که هر کسی که به دنیا میاد با یه مسئولیتی به دنیا میاد که یه تغییری به وجود بیاره. بله. این تغییر رو هر کسی به نوع خودش به وجود میاره، یکی در رشته هنر به وجود میاره، یکی در رشته علمی به وجود میاره، یک کسی در نمیدونم کارفرمای خوبیه، یک بیزنسمن خوبیه، بیزنس وومن خوبیه. من برای خودم این مسئولیت رو گذاشتم از روز اولی که اومدیم، به دلیل اینکه خیلی به موانع زیادی برخوردیم. هر جا که میرفتیم به عنوان یه ایرانی، به عنوان یه خارجی، راحت ما رو نپذیرفتن. من این مسئولیت رو و یا این کار رو برای خودم، این هدف رو برای خودم گذاشتم که هر آنچه که در توان دارم انجام بدم برای اینکه این جامعه شناخته بشه و برای اینکه این جامعه در غربت امریکایی نشه، حداقل امریکایی ایرانی تبار باقی بمونه. و این برای چه کسانی بود؟ برای نسل دوم و سوم. بسیار. و الان خوشحالم که میبینم که منم تنها نبودم. حقی داری بگردن این جامعه ایرانی خواهی را کشون نست نمیقل بگم تاربام نمی کنم. به شهادت همه هم کسانی که شما رو میشتستن در جریان فعالیت شما، واقعا حق دارید به گردن. نظر لطفت، نظر لطف شماست. خب هما جان، در روزهای در ساعت اولش یه خاطره شیرین از روزگاران داری بگی؟ خاطره شیرین که خب زیاد دارم. بذار یه خاطره نوروزی بگم. خوبه؟ عالی. شیرین نوروزی. عالی. خب من موقعی که در تلویزیون برنامه داشتم، الان دیگه ندارم برنامه، در جام جم داشتم برنامه ادیتوریالای اول جام جم رو می‌نوشتم، یک آقایی از بینندگان این برنامه، در واقع هواخواه برنامه من بود و من رو دوست داشت. در کجا زندگی می‌کرد؟ آقا در دبی زندگی می‌کرد. صحیح. و همیشه تلفن میکرد بعدش، یا بعد از اون موقع که دیگه اینترنت و اینا نبود، تکس و این چیزا بفرستن، تلفن میکرد و صحبت میکرد و اصلا عاشق شده بوده اونجا دیگه، اونش به اونجا نمیریم اصلا دیگه. اون وقت برای من همیشه تعریف میکرد و یه دفعه به من گفتش که، یه دفعه تلفن زنگ زد، تلفن رو برداشتم، دیدم ایشونه، گفت من اومدم لس آنجلس میتونم بیام دیدن. من یه ترس فقط داشت، گفتم این آقا چطور اومده لس آنجلس؟ من هی بهانه آوردم و گفتم که نه امروز وقت ندارم، فردا وقت ندارم، چقدر اینجا هست؟ گفت من یه هفته. گفتم متاسفانه خیلی درگیرم و انشالله در یه فرصت دیگه. ایشون رفت یه ذره دلخور شد. بعد از یه مدتی خودش دو مرتبه آشتی کرد، گفتش که من خب میدونم حتما گرفتار بودید این چیزا، من مجددا میخوام اظهار ارادت بکنم و از این تعارفایی که بین ما رایجه، و بعد میخوام براتون بابت این براتون یه هدیه بفرستم. بله. من عاشق شده بودم. ما این چیزو حرف رو شنیدم مثلا فراموش کردم. بعد یه روز اومدم منزل، دیدم پشت در خونم یه بسته است، یه کارتون بزرگه که پارچه سفیدم دورش بسن دوختن، یادتونه؟ بله. اینو فرستادن. بعد من پارچه رو آوردم، این جعبه رو برداشتم آوردم گذاشتم تو خونه. بعد یه ذره فکر کردم، گفتم که چیه، اصلا به کلی یادم رفته بود اون آقا. خیلی جالب، دوخت پارچه، دوخت پارچه مال بعد بود از تهران باشه یه جای دیگه، یا از مثلا همون خاورمیانه بوده. دقیقاً اصلا فراموش کردم. و بعد
با یکی از دوستانم که وکیل داشتیم صحبت میکنیم، گفت آوردی تو خونم بستر رو؟ گفتم آره. گفت دیوانه ای مگه توی این مدوره زمانه ممکنه بمب؟ تا اینو به من گفت، منم گفتم چیکار باید بکنیم؟ گفت ورده ببر اداره پلیس اینو. فرزان جان ما این بستر رو باید پلیس؟ آره من به اتفاق همسر مهربان. بله همسر مهربان. بله اون شب هم این مریض بود و همسرم مریض بود اینا، ولی دیگه پالتوی گوی کتی پوشید و دوتایی بلند شدیم. ساعت 8 شب شده بود، رفتیم به اداره پلیس و منم این بسته دستم بود و رفتم این بسته رو گذاشتم رو پیشخوان پلیس، گفتم که این یه بسته مشکوکه اومده. تا گفتم این بسته مشکوکه، پلیس هفتیرش کشید به من و همسرم، گفت برید اون بغل دیوار وایسید. گفتم یعنی چی؟ گفت بره همین تکون نخورید. من برای اینکه داستان رو کوتاه بکنم شاید 8 شب بود، بعد از اینکه یه مقدار سوال کردن، حالا این همسر عزیز منم که وانه میده که میگه زن من خیلی معروفه براش، ممکنه گفتن آقا بشین کنار. گفت نه اینو منم گفتم نه، منظورش اینه که من فن دارم ممکنه مثلا. گفت نه اصلا هیچ کدوم از این بحثا رو ما قبول نمی‌کنیم، برید. بعد صدا زدن مامور، یه مامور پلیس اومد ما رو برداشت برد تو پارکینگ اداره پلیس. تو آره همونجوری گفتن سر پا وایسی، سردم بود شب، ایشون هم سرما خورده بود و خلاصه وایسادیم اونجا. تمام بلاک دور اداره پلیس رو نوار زرد کشیدن. بعد اسکواد بامب اسکواد بامب اسکواد اون صدا زد پلیس مخصوص بررسی بمب و این چیز اومد آوردن و بعد به ما گفتم بشینید تا ما بهتون خبر بدیم. حالا ما سردمون هم شده، گفتم آقا سرد، گفتم برید تو ماشین پلیس بشینید، ما رو نشوندن تو ماشین پلیس. بعد از یک ساعت یک ساعت و نیم صدا زدن بفهمید. رفتم تو دیدم رو پیشخوان پلیس پسه بادوم شیرینی، بله اون بمب این بود، شیرینی نمیدونم نون رو گاز این چیزا چیده. و بعد میگه بسم فرستاده بود، یه ساعت هم برای همسر من فرستاده بود و یه دونه هم بس حالا دستمند بود، یه چیزی هم برای من فرستاده بود، اونم گذاشته وسطش. گفت ها تو گفتی که خیلی طرفداره، خیلی زن طرفدار داره، خیلی توی جامعه سلبریتی. گفتش که بله. چطور؟ گفتش که طرفدارش خیلی چیپن. ببین چی براش فرستادن، ما رو مسخره کرده بودی شما. گفتم من چه میدونستم که بعد نباید بود. گفت اصلا شما اجازه نداری به دست به بسته مشکوک نباید دست بزنی، هم پشت درت بعد بود میذاشتی پلیس رو صدا میکردی میبردن در خونه اونجا خونساش میکردن اگه بمب بود ورداشتی رو برد اینجا رو میز پلیس که نمیزنش. این خاطره ای که من از نوروزه در خارج از کشور دارم، مال حدود 20 سال پیش بود فکر میکنم. خدمت بینندگان تماشاگران دیتیوی عرض کنم که یکی دیگه از شیرینکاریهای خانم هما سرشار هما جان اینه که خودشو و همسرشون اون اوائل کرونا که درو میکرد، واقعا کرونایی که درو میکرد، یعنی ما تنه ما میلرزید، شاهد بودیم که مینداخت و میکشت. خانم سرشار و همسرشون دو نفری با هم دیگه کرونای سخت گرفتن. گفتیم ایدادی میداد، من زنگ زدم و نگران و دوستان خود در خونه رو بستن رو خودشون و حالا خودشون حالا میگن دیگه تو اون درد و تو اون ترس و تو اون ناراحتی و تو اوج بیماری بقای نگاری میکرد. هر روز رو این تلفن یاد داشته روز و شیرین هم میوشت. ما مبتلا شدن و درد و ترس و مقاومت و سلامت پیدا کردن رو از نوشته های هما سرشار. چی بود این واقعا؟ چگونه این قدرت داشتی هما جان؟ اولا احساس کرونا خیلی بد بود نه؟ خیلی، چون تجربه تازه‌ای بود. تجربه تازه‌ای بود، علاوه بر همه مشکلاتش ترس، حرفی که زدی، کلمه‌ای که به کار بردی درست، ترس. بله منم یه لحظه فکر کردم، سه روز اولش که بیهوش و بیگوش افتاده بودم هیچ، از روز چهارم. اول شما گرفتین یا همسرتون؟ دو تایی با هم گرفتیم، ولی مال من اول خودشو نشون داد. من همسر بود یه نه اسم بریلی مادر ما فوت کرد. صحیح. یه دو ماه قبل از اینکه خود ما کرونا بگیریم، بعد کمتر قبل از اینکه خودم فوت کنیم، واقعا قبل از اینکه خودم فوت کنیم،
بعد به دلیل همین دوران خیلی بعد کرونا که هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، نتونستیم براشون مراسمی رو اجرا بکنیم و اعلام بکنیم. دو سه تا از دوستان گفتن که ما می‌خوایم بریم دیدن چون مادر فوت کرده برای اظهار، ما خواهش می‌کنیم نه دیدن ما اگه میشه. گفتن که نه دیگه، ما که دوباره موقعی بود که همه فاصله می‌گرفتن، فاصله می‌گرفتن، ولی ما کاری نمی‌کنیم. 4-5 نفریم جدا از هم می‌شینیم. اون شب اومدن دیدن ما و محبت کردن، ما خیلی رعایت کردیم. البته ماسک هنوز اون موقع به خاطر تو خونه دیگه نمیزدیم، بله. بیرون میزدیم. بعد رفتن خونه و یکی از دوستان زنگ زد فرداش گفت من تست مریض شدم، تست کردم، مواظب خودت باش. گفتم نازنین مواظب چی باشم دیگه، من گرفتن ما هم رفتیم دیگه، ما هم با شما رفتیم. چقدر طول کشید واقعا؟ 21 روز. آها، چند روز؟ 3 روز. همه بعضنا که این مهمان دیدید 3 روز بعد. 3 روز بعدش چه جوری چه احساسی میده هما جان؟ اولش که اصلا مثل اینکه یک خوردی زمین محکم از یه جایی، از یه طبقه 13 هم از تمام بدن کوفته است، انقدر دردناکه، تب شدید و عرق کردنهای مداوم و بعد لرز، بعد گوش آدم میگیره، دماغ آدم میگیره، بونه میفهم، همه کامل کامل سرفه های وحشتناک. تنفس چی؟ تنفس خوشبختانه پزشکمون چون میدید وضع خیلی بده تو بیمارستانا، موفق شد که برای ما دو تا تانک اکسیژن بفرسته خونه. گفت من ترجیح میدم شما رو تو خونه معالجه بکنم تا برید بیمارستان، اگه برید بیمارستان میمیرید جفتتون. بله. گفتیم که خیلی خوب، بر لطف کرد و با این تانک اکسیژن به داد ما رسید. چقدر طول کشید دوران؟ چقدر؟ 21 روز برای من طول کشید. 21 روز که مثلا 10-15 روزش درد و اینا بود. بعد دیگه یواش یواش چشایی و بویایی برگشت و بعد یواش یواش. داروهایی که می‌خوردین و غذایی که می‌خوردین شاید برای خیلی از تماشاگران ما که احتمالاً خدای نکرده الان دیگه کمتر شده از زمان دیگه، چیکار کردی برای مداوا؟ یکی از در واقع علائم یا نتایج گرفتن کرونا اینه که به کلی اشتهات برمیاد. غذا نمیتونم. اصلا من نمیتونستم غذا بخورم. هیچ، من تمام مدت یعنی یه چیزی حدود 10 روز من فقط با لیمو شیرین. خب این ایمنی بدن کاملا هر کاری که میکنه اصلا نمیتونی غذا بخوری. یعنی از قیافه غذا و از اشتها نداشتن خیلی چیز بد. گفت دوستام گفتن سوپ نمیتونستم بخورم، سوپ درست کردم نمیتونستم. یکی اومده بود، یه کارگر اومده بود به ما کمک میکرد، ما تو اتاق قرنطینه میزش غذا رو پشت در میرفت، همسر من میخورد، من نمیتونستم بخورم. من همون لیمو شیرین، پسرم هومن رفت دو تا جعبه لیمو شیرین خرید آورد، اونم گذاشت پشت در رفت، اصلا هیچ کس نمیومد. آره، جزا میشیم دیگه. آره، آره. اینی که من با اون لیمو شیرین خودم رو گذروندم، سروایو کردم. بله، ولی یواش یواش دیگه بعد به غذا افتادم و اینه. ولی ضعف شدید بعدش، خستگی و افسردگی. افسردگی هم میاره؟ افسردگی خست شدید. آها، بعد بیماری افسردگی میاره؟ بله، تازه افسردگی میاره. خب من سوالم اینه، همای سرشاد تو اون حالت چه کار زیبا و چه کار قشنگ و چه کار ماندگاری این یاد داشته رو چجوری میمشتی تو اون با بدبختی؟ و شیرین هم میمشتی؟ جذاب بینوشتی؟ برای خودم شده بود یه وظیفه؟ نه وظیفه، برای خودم شده بود یه کاری که سرم گرم بشه، ارتباطم با مردم نگه دارم. شب به شب میگفتم نه اینو بنویسم و بعد بخوابم، بذارم توی. و بعد فکر میکردم که خب خیلی ها مثل من هنوز نمیدونن با چی طرفن. حالا من که گرفتم بذار بهشون بگم با چی طرفن. خیلی آموزنده بود، خیلی کمک به خیلی ها کمک کرد واقعا. اصلا نوع مداورم گفته بودید، نوشته بودید که نمیدونم چی باید میبخورید، چی کار باید بکنید با اون در عین اون درد و ناراحتی و افسردگی و این داری که داشتید. درود بر شما. پس این وقایع نگار ما در هر حال وقایع نگار هست. خیلی لطف کردی خانم سرشار، امیدواریم بتونیم در برنامه های تودی گهگاهی راه دورم میان اومدن تشبه بودن. افتخار به باید آمو جان، افتخار من با همسر عزیزشون آقای نجات عزیز، گهگاه این افتخار به ما بدی بیاییم که در مورد مسائل گوناگون تو این جهان آشفته ببینیم نقطه نظرهای یک وقایع نگار چیست و چگونه جهان رو میبینه و آینده جهان رو میبینه. ممنونم، حتما با کمال افتخار. چه فرصتی بهتر از این که پشت میز هفت‌سین هستیم با هم دیگه و در فرصت‌های دیگه هم در خدمتت هستم. یک دونه سپاس، نوروزتون پیروز. بر شما هم همچنین.